همکارم تروسک صادقی از اربیل و نرگس هورخش از استانبول همراه میشیم برای بررسی بیشتر همین اخبار. تروسک، ابتدا شما جزئیات حمله دیشب رو به ما بگو. خب سفارت ترکیه در بغداد شب گذشته تایید کرد که تعدادی راکت به سمت کنسولگری ترکیه در موسل پرتاب شده. راکت‌ها به ساختمان‌های مسکونی اطراف کنسولگری اصابت کرده و خسارات زیادی به خودروی شهروندان وارد شده، اما ساختمان کنسولگری سالم، سرکنسول و کادر کنسولگری همه سالم هستند. و از طرف دیگه گفته شده که 4 راکت کنسولگری یعنی ترکیه در موسل رو هدف قرار داده. همزمان با این حمله در موسل باز پایگاه نظامی زلیکان که وابسته به ارتش ترکیه هست هدف قرار گرفته شده. تعدادی راکت به اونجا پرتاب شده، راکت 107 میلیمتری. اونجا هم البته خسارتی به نیروهای ارتش ترکیه وارد نشده. این طور که حالا گفته شده این و اون طور که شب گذشته دیدیم همزمان بود این حملات با جلسه‌ای که شورای امنیت برگزار کرده بود برای بررسی حملات ترکیه. حمله هفته گذشته که منجر به این شد بیش از 30 غیر نظامی کشته و زخمی بشن. البته این رو هم اضافه بکنم که حملات شب گذشته رو هیچ گروهی مسئولیتش رو به عهده نگرفته بود. وزیر خارجه عراق در اظهارات بسیار تندی که شب گذشته در شورای امنیت داشت درخواست این کرد که باید قطعنامه‌ای شورای امنیت صادر بکنه در محکومیت حملات ترکیه، و از طرف دیگه درخواست کرد که بلافاصله ترکیه ناچار بشه به اینکه نیروهای خودش رو از خاک عراق بیرون ببره. همزمان همین درخواست رو از حزب کارگران کردستان هم کرد و گفتش که عراق نباید میدان منازعات دو طرف تبدیل بشه. اون گفتش که بیش از چند هزار مرتبه ترکیه در چند سال گذشته تخلف داشته، و از طرف دیگه درخواست پرداخت غرامت به خانواده قربانیان شد. بلافاصله وزارت خارجه آمریکا هم واکنش نشون داد و در مورد اینکه آیا چه پاسخی خواهند داشت آمریکا واکنشش نسبت به صدور قطعنامه شورای امنیت، اون گفتش که آمریکا از اصولی که در بیانیه شورای امنیت اومده حمایت خواهد کرد. و نرگس، به نظر میرسه که ترکیه قصد داره که درباره این اتفاق شفاف سازی کنه. درباره اظهار نظر نماینده عراق در سازمان ملل متحد هم جزئیات بیشتری هست به ما بگو. بله، ما میدونیم که به حمله ای که هفته گذشته اتفاق افتاد مشکل ایجاد کرده در روابط عراق و ترکیه. به همین دلیل هم هنگامی که این اتفاق افتاد ترکیه وزارت خارجه این کشور اعلامی منتشر کرد و گفت که ترکیه به هر گونه حمله ای که در او غیر نظامیان در عراق آسیب ببینن مخالفش هست و این حمله هم هیچ گونه ربطی به هدف قرار دادن غیر نظامیان نداشته. و ترکیه در همان زمان هم اعلام کرد که آماده است که هر گونه اقدامی برای شفاف سازی این رویداد انجام بده. اما حالا نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق در بیانیه‌ای که به شورای امنیت سازمان ملل در اواخر روز سه‌شنبه انجام داده، در این بیانیه گفته که ترکیه آماده است که سهم خودش را برای شفاف سازی این رویداد در همکاری با مقام‌های عراقی انجام بده و هر گونه مسئله‌ای که در این زمینه وجود داشته باشد مبنی بر این که ترکیه غیر نظامیان را هدف قرار داده باشه را در همکاری خواهد کرد. و همین طور رئیس جمهوری این کشور هم در صحبت هایی که در همین رابطه داشته گفته که این بار دیگر نشان داده که گروه PKK با تبلیغاتی که انجام میده تلاش میکنه که خودش را تبرئه کنه از اتفاقی که افتاده و به باور دولت ترکیه آنچه که گفته شده غیر نظامیان هدف قرار گرفتن کاری است که گروه PKK انجام داده. اما در هر صورت دولت ترکیه تلاش میکنه که از اختلاف های بیشتر جلوگیری کنه و با سازمان ملل و عراق در تماس مستقیم خودش را قرار داده تا اینکه این مسئله را شفاف سازی کنه تا پیامدهای ناگوارتری در پی نداشته باشه و اختلاف ها بیشتر نشه میان دو کشور. متشکرم از توضیحات هر دوی شما همکارانم، نرگس هورخش از استانبول و تروسک صادقی اربیل.